به نام بابا سلام و شب بخیر. امید که تا این لحظه ساعات خوش را سپری کرده باشید. من انور روزگانی خبرهای این ساعت را از شبکه تلویزیونی نگاه تقدیمتان میکنم. نخستین خبر امشب را با خبر از سالنگ آغاز میکنم. مقام ها در وزارت فواید عامه میگویند که شمار تلفات برف کوچای مرگبار در سالنگ جنوبی افزایش یافته است، اما برخی مقام ها در ولایت پروان گفتند که آمار تلفات ریزش برف در سالنگ به 170 تن رسیدند. این مقام ها میگویند که احتمال می رود هنوز هم افراد زیر برف ها در سالنگ باقی مانده باشد. گفته می شود که در حادثه برفکوش اخیر نزدیک به 200 تن زخم برداشتند که وضعیت برخی از آنها وخیم اعلام شده است. طوفان شدیدی که چاشته روز دوشنبه سالنگ را فرا گرفت منجر به قربانی بیش از 160 تن از آبران این منطقه گردید. مقام ها میگویند که این طوفان به حد قوی بود که منجر به پاب موترها تا فاصله 200 متری در داخل دره شده است. با آنکه عملیات نجات برای قربانیان این حادثه از زیر برف کوچ ها ادامه دارد، بان هم نزدیکان قربانیان از کندی عملیات نجات از سوی دولت شاکی هست. در همین حال سهراب علی سفری سرپرست وزارت فواید عامه میگوید که دولت تلاش میکند تا عملیات نجات را سرعت بخشد. ما فکر می‌کنیم که دو ما چاک جسد کشیدیم از سالخ که بایی از شفتون جسد شده، جستجوی ما ختم نشده. فعلا ما چیزی نو نداریم، اما گفتیم که منوی جستجوی ما ختم نشده. ما کوشش کنیم که تا آخری درجی که امکان داشته باشد جستجوی بکنیم. اگر اجسادی در اینجا باشه اونا را از زیر بحث بکشیم. در همین حال مسئولان در گذرگاه سالنگ میگویند که شماره از سرنشینان موترهایی که از زیر برف در این گذرگاه بیرون شدند هنوز هم پدیدند. گذرگاه سالنگ که مناطق شمالی کشور را با کابل وصل می‌سازد، از جمله مسیرهایی است که هر سال شاهد برف‌کوچ‌های نسبتاً آرام‌تر بوده. اما باشندگان منطقه سالنگ میگویند که برف‌کوچ‌های اخیر از زمان ایجاد سالنگ‌ها بی‌سابقه بوده است. در عین حال محمد بصیر سالنگی دولت و وزارت فواید عامه را متهم به بی‌توجهی درباره ایجاد تشکیلاتی می‌کند که در گذشته مسئولیت حفظ این گذرگاه را به عهده داشت. آقای سالنگی می‌گوید که در سال‌های دهه 1360 خورشیدی اداره‌ای وجود داشت که 1500 کارمند در آن کار می‌کردند. در حال حاضر چنین اداره‌ای وجود ندارد. حرفی که آقای سالنگی گفته بود فکر می‌کنم چیز دیگه است. در زمان سابق 1200 نفر ما در تشکیل داشتیم، اما فعلا 265 نفر در تشکیل داریم. اما این تشکیلی که خورشیده در زمان من نبود، اصلا از ما در سالهای جایدین بوده یا در حالی حکومت موقع نمی فهم. ما 1200 نفر برای حفظ مراقبت داشتیم.